یه مهد کودک رو به راحتی نمیشه تعطیل کرد. چطور میشه یه واحد دانشگاهی رو بست؟ این واکنش رئیس دانشگاه آزاد به درخواست تعطیلی برخی واحدهای این دانشگاه. فرهاد رهبر در نشست خبری گفت به راحتی یه واحد دانشگاهی رو ما یه مدرسه کودکستان نمیتونه تعطیل کنه. یه کودکستان رو اگر شما تونستید توی منطقه تعطیل کنید، اون وقت بیاید من جایزه میدم بهش. تأمین استاد بکنید. چرا باید تعطیل بکنید؟ چرا وقتی متقاضی وجود داره نباید به اون تقاضا پاسخ داد؟ باید کیفیت رو برد بالا. افزایش کیفیت هم با تأمین استاد خوب امکان پذیره. فرهاد رهبر نقدی هم به رانت برخی از دانشگاه‌های غیر انتفاعی داشت و گفت برای رشد کیفیت آموزش عالی باید همه کشور هماهنگ رشد کنه، نه اینکه ما دانشجویان دوره ارشدمون رو کاهش بدیم. قطعاً اگر این ادامه پیدا بکنه، هم اون واحدهای غیر انتفاعی که این گونه ایجاد شده رو به شما اعلام خواهم کرد و همین که دفاع خواهم کرد از مصالح و منافع دانشگاه آزاد اسلامی در مقابل برخی از سیاسی کاری های احتمالی که ممکنه به وجود بیاد. رئیس دانشگاه آزاد مخالفتش رو هم با سیاست یک بام و دو هوا در افزایش کیفیت آموزشی اعلام کرد. فردی رو معرفی کردن به عنوان عضو هیئت علمی که کارگر خانوم یه آقایی است، در مقطع دکتری در همینجا داره تحصیل میکنه، عضو میخوام تدریس میکنه. بله، این هم نباید باشد در دانشگاه آزاد اسلام. من تازه مطلع شدم، انشالله در سال ورودی امسال ایشون دیگه تدریس قطعا نخواهد داشت. فرهاد رهبر در پاسخ به سوالی درباره عزل و نصب‌ها در دانشگاه آزاد هم گفت هر دوره ریاست 4 ساله یا نهایتاً 8 سال است. آیا شخصی رو که دوبار بازنشسته شده نباید تغییر داد؟ هر کسی 4 سال، حد اکثر 8 سال، هر گلی میخواد بزنه به سر اون جایی که نشسته بزنه زده. رئیس بابل یا رئیس واحد بابل فردی است که دوبار بازنشست شده. یک بار در آموزش پرورش با 31 سال سابقه بازنشست شده، یک بار در دانشگاه آزاد با 30 سال سابقه بازنشست شده. فقط در واحد بابل 21 سال سابقه داره. شما میفرمایید ما به دلیل اینکه ثابت کنیم که سیاسی نیستیم اینا دستش نزدیم. چشم. یک دانشگاه غیر انتفاعی متعلق به یکی از مسئولینی که خود در دادن رشته محل به دانشگاه ها دست داره، بدون عضویت علمی برید ببینید چند تا دانشجو داره. برید ببینید چند تا دانشجو. چرا فقط دانشگاه آزاد رو متهم میکنین نسبت به این که مثلا در واحد ایکسش بدون داشتن عضویت علمی مثلا این تعداد دانشجو داره؟ یک بام و دو هوا نمیشود. مثال از داخل دانشگاه خودمون بزنم برای شما. فردی رو معرفی کردن به عنوان عضو هیئت علمی که کارگر خانوم یه آقایی است، در مقطع دکتری در همینجا داره تدریس میکنه. بله، این هم نباید باشد در دانشگاه آزاد اسلام. مهر 96 نخواهد داشت، قطعا نخواهد داشت.